به نام خداوند یکتا و بیمتا، عرض سلام و درود خدمت تمام شما هموطنان عزیز و نازنینم که در هر گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنین، آرزو میکنم جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزای زندگیتون را به میل دلتان سپری کنین. بازم خیلی شما را خوش آمدید میگم به برنامه مجله زندگی. امروز بازم ما و تمنا جان با برنامه مجله زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و داشته های مختلف و آموزنده را امروز بازم در برنامه داریم. پس ما را تا پایان برنامه همراهی بکنین. نگفته نمانه در کنارم تمنا جان است. تمنا جان سلام، خوب هستی؟ سلام بر خودت مقدس و همچنان سلام و سلامتی بر تمام شما هموطنان نازنینم. آرزو میکنم در هر کجای هستین به دور از غم ها باشین و دلتان شاد باشه و لبتان خندان. خوشحال هستم که امروز هم فرصتی را پیدا کردیم تا از طریق برنامه مجله زندگی مهمان خانه های شما باشیم. امروز هم در برنامه داشته بسیار خوب داریم که قرار است داشته ها را یک یک ما تقدیم شما بکنیم و از شما همین تقاضا را داریم که تا آخر برنامه ما را همراهی بکنین. مقدس چه حال داری؟ خوب هستی؟ تمنا جان قسمی که میبینی خدا را شکر کاملا جور تیار صحت من خوب هستم. اما امروز خودت چند بار از جریان صبح که دوستای عزیز با تمنا جان صحبت کردم گپ میزدیم، تمنا جان چند بار گلونش گرفت، فکر کنم تمنا حتما گلودرد شدی یا زکام شدی. آها مقدس، اولی که خدا را شکر که خودت صحت مند هستی. ما یک کم امروز احساس گلودردی میکردم، ولی زمانی که دفترم آمدم مقدس قسمی که روز قبل گفتم ما هر زمانی که غذا میخورم تا زمانی که یک شینی بعد از غذا نخورم احساس ازیر نمیکنم که من کاملا سیر شدم. با اساس یک کم دیگه هم شینی خوردم باعث شد که گلودردی من زیادتر شوه. چی خوردی که حتی باعث شد گلونت درد بگیره؟ مقدس، یکی از شیرنی هایی که حال فصلش هست، هم مطمئن هستم خودت هم بسیار زیاد خوش داری، جلبی دیگه، چون حالا ببینی که قدر مصرفش هم بالا شده، همه در دکان ها میرن و جلبی خریداری میکنن. تمنا جان نگفته نمانه که من روز قبل خودت دفتر نمونی و بیشتر که اعصابم نارام باشه نیاز دارم که باید چاکلیت یا یک شیرنی حتما بگیرم، چون میفهمیم نام خدا خودت یک دختر مجهز هستی. و رفتم الماریت باز کردم، دیدم که سر الماریت جلبی ماندگی بود، من ایره گرفتم و خوردم. حالا برات میگم که امور حلال کنی برم. نوش جانت مقدس، چون قسمی که در اولم گفتم همه ما دختر خورما علاقمند شینی باب هستیم و به ویژه زمانی که یک شینی که فصلش برسه، مثل که حالا فصل شینی مثل جلبی هست، همه که ما دوست داریم و از دکان ها خریداری میکنیم میاریم. ولی شاید بیشتر خانم ها دوست داشته باشن که جلبی را در خانه بپزن و بعدا در عصرانه و سر سفره صبح بیانن برای اعضای خانوادهشون نوش جان بکنن. به می اساس ما در قسمت اول برنامه امروز که آشپزخانه داریم، طرز تهیه جلبی را بر شما قرار است آموزش بدیم. شما خانم عزیزی که بیننده برنامه مجله زندگی هستین، پس قلم و کاغذتون را به دست بگیرین، چون قرار است ما بر شما طرز تهیه جلبی را امروز براتون آموزش بدیم و ما تمام موادش را نوت میگیریم و بعد از برنامه ان شاءالله که یک جای پخته میکنیم. ما مقدس می تصمیم داریم که از برنامه بریم جلبی پخته بکنیم. بله تمنا جان، ما قبلا هم در برنامه گفتیم که بیشتر دوست دارم که شیرنی را بپزم، شیرنی های خانگی را. پس امروز من خیلی علاقه مند هستم که بخش آشپزی را ببینم و یاد بگیرم که جلبی چه قسم پخته میشه. در بخش بعدی، بخش پرکاربرد و پرطرفدار خانم های نازنین است که مطمئن است و منتظر هستین این بخش را ببینین، بخش ایده است. امروز بازم تمنا جان به ما چند ایده کاربردی به ما معرفی میکنن و به ما آموزش میتن، پس حتما بیننده باشین زمانی که شما با مشکل سر میخورین، بتونین از ایده هایی که تمنا جان به شما معرفی میکنن به زودترین فرصت مشکلتان را حل بسازین و ازش استفاده بکنین. بله مطمئن هستم خانم های عزیز منتظر این بخش هم هستن. یک اصطلاح روز گذشته یاد گرفته بودیم در بخش زبان، تک نب. این یک اصطلاحی بود که روز گذشته در بخش زبان استاد حسیب ایدری در کنار بعضی از کلمات مثل سی، واش و لوک، ای که تفاوت‌هایش بر ما یاد دادن و گفتن در کجا استفاده بکنیم. پس امروز هم خوشبختانه قرار است در بخش سوم استاد حسیب ایدری با ما همراه شوند و دوباره درس‌های جدید را بر ما و شما آموزش بدن. پس منتظر بخش خودتان حتما باشین. آیا تا به حال شکست عاطفی مواجه شده این؟ شکست عاطفی یک تجربه تلخ و دردناک در زندگی انسان ها است که منجر به سوگواری میشه و تجربه شکست عاطفی منجر به تجربیات سخت احساسی مثل تنفر،
افسردگی بدخلقی میشه اگر ما در اثر موقع کنترل نکنیم احساسات منفی را باعث میشه که مشکلات بیشتر در زندگی ما در رفتار ما ایجاد شود و ما را با مشکلات بیشتر مواجه بسازد در مورد شکست عشقی یا به اصطلاح هم یا شکست عاطفی و پیامدهایی که شکست عاطفی در پی داره به مدت زمان نیاز داره که تا ما بتانیم که ما از این بنبست که مواجه میشیم بیشتر جوانای ما که با شکست عاطفی مواجه میشن نیاز دارن به وقت تا بتانن کمی خود از این حالت بکشه تمنا جان بیشتر جوانای ما منجر به این میشه که افسردگی بگیریشان گوشنشین شوه و این پیامدهای بسیار خطرناک در پی دارن که باید با یک روانشناس و راه حل‌های را بفهمه تا بتانه که خود از حالت بکشه قصد داریم که امروز در بخش روانکا شما را با معنی شکست عاطفی و پیامدها و راه حل‌های آن معرفی بکنیم پس حتما در بخش روانکا با ما همراه باشین اگر شما دوست دارین که بیشتر بدانین و چگونه بتونین خود از حالت و بنبست بکشین در بخش روانکا با همکار خیلی خوب ما امید وطن و بانو خدیجه امرا شوین و اگر شما سوالات دارین به شماره تماس 0798-402 تماس بگیرین و سوالاتتون را بپرسین. خیلی خوش برگشتین عزیزان در ادامه برنامه با شما هستیم فعلا هم در بخش ایده قرار داریم و مطمئن هستم شما خانمای عزیز پشت تلویزیونایتان منتظر ازی هستین که تمنا جان چی وقت ایده های جدید امروز به شما معرفی میکنه تا شما بتونین که یاد بگیرین تمنا جان سر میز اینجا روغن است کاسگک دیشک پلاستیکی است رنده هست و لیمو و ایچ سفید نمک هست ای پولی هست پولی هست. هم جوش شیرین اینال تمنا جان معرفی که با اینا چی کار میتونیم بکنیم بسیار خوب بر اسم هر روز دوشنبه که ما اینجا میاییم و برای شما ایده و ترفندهای بسیار ساده و جالب آموزش میدیم پس امروز هم آمدیم چند تا ترفند براتون آموزش میدیم باید شما اینا را یاد بگیرین و فراموش نکنین بریم طرف ترفند اول که این هفته میخوایم براتون آموزش بدم خب زمانی که ما غذا پخته میکنیم به خصوص یگان دفعه اگر بخوایم یگان غذای ویژه پخته بکنیم که در ترکیبش از پنیر پیزا استفاده شده باشه پنیر پیزا رو که اگر بخوایم زمانی که اگر بر سر خود پیزا بخوایم قرارش بدیم پس حتما از رنده تراشک استفاده میکنیم و چون پیزا رو بخوایم به خاطر ازی که رنده بکنیم و تراشش بکنیم بر سر خود از اون پیزا پس پنیر پیزا خیلی نرم است و باعث میشه که اگر تراشش بکنه به این قسمت های خود از این تراشک مثلا باقی بمونه بازگری رو چند دقیقه بگذاریم باعث میشه که خشک شه و به این بچسبه پس به اساس وقتی که ما رو میشوریم هم پاک نمیشه چربی هاش باقی میمونه حالا ما امروز یک ترفند بسیار ساده براتون معرفی میکنم خانمای عزیز که شما استفاده از این ترفند میتونین به بسیار سادگی مثلا کارتون را ساده تر و آسان تر بسازین شما میتونین که یک دستمال را بگیرین و با کمی روغن او را مرطوبش بسازین و بعدا رنده را کاملا پاکش بسازین و باعث میشه بسیار راحت بدون از اینکه شما علاج کنم جنجال همراه از داشته باشین بعضی وقتا این خوب این تراشی هم تراشک و هم رنده هم تراشک میگن و هم رنده این خود ساده هست ولی یکیش که است مثلا این قسم پیچیده هست او را عمو داخلش موادایی که باقی میمونه پاک کردنش مشکل است ولی حالا میتونین با استفاده از ترفندی که براتون معرفی کردم که یک دستمال را بگیرین همراه با روغن یک جا بسازین و این را به بسیار سادگی پاکش بکنین بله تمنا جان واقعا یک ترفند کاربردی که ما سی وقتی که دیگ میکنیم معمولا چاشت و شبه که دیگ میکنیم بیشتر سر کار داریم با رنده تراشکی که گفتی نه تنها ما پنیر پیزا مثلا اگر رومی تراش میکنیم سیر تراش میکنیم اگر چند لحظه در رنده تراش بونه میچسبه و بسیار مشکلی میتونیم مثلا این را پاک کنیم حتی باعث میشه که ناخونای ما را خراب بسازه بهترین ترفند گفتی تمنا جان حالا حرفتم گرفتم گاهی وقتا که حتی من خودم از رنده تراش استفاده میکنم اگر دو سیرم تراش بکنیم باقی بمونه که زمانی که قدر بی حوصله میشم تو رنده تراش میمونم و میرم طرف دیگه کاریم ولی امروز دیگه با استفاده از ترفند مطمئن هستم خودم مقدس استفاده میکنم طبعا کارو ما را ساده ساختی و خیلی خوب میتونیم که استفاده بکنیم تمنا جان ترفند بعدی بله مقدس اگر متوجه باشی اینجا بر یک دیشک آوردیم که خیلی دیگه همین قسمتاش زرد شده
از این دیشکو بیشتر به خاطر چی استفاده میکنین مقدس تر؟ بیشتر تمنا جان از این دیشکو بر ای استفاده میکنیم که ما قورمه را میمانیم در یخچال، مواد خوراکی را که بیشتر ما در یخچال نگهداری میکنیم از این دیش استفاده میکنیم. بله بسیار خوب، به اساس مقدس میره به خاطر از این اردم زمانی که ما از این دیشک ها به خاطر از اینکه غذا را داخلش بندازیم استفاده میکنیم. شاید خود تا متوجه شده باشی که زمانی که ما غذا را ازش بگیریم بازی قسمت های از یک لکه زرد به مرور زمان به خودش پیدا میکنه و اگر ما را یک قسم عادی هم امرای مای ظرفشویی که داریم بشوریم یا امرای سیمک که داریم پاکش هر چقدرم بخوایم پاک نمیشه. پس به اساس امروز ما یک ترفند بسیار خوب و ساده بر شما خانمای عزیز آوردیم. شما میتونین با استفاده از این ترفند بسیار ساده دیشکا رو پاک بکنین. میتونین یک مقدار روغن را بگیرین و همراه با یک مقدار لیمو را در داخل یک آب بگذارین و یک مقدار بسیار کم هم پولی و یا هم جوش شیرین که هم جوش شیرین برش میگن و هم پولی میگن در داخل از این ظرف هایتون قرار بدین و البته آب باید یک مقدار گرم باشه و بعد از زمانی که یک چند لحظه قرار دادین بگذارین که سرش مثلا خودش تمام مو حرارتش یک حرارت بعد بین خودشون تولید میکنه که باعث میشه تمام مو ذرات زردی که داخل دیشک ها است پاک بسازه و از زمانی که پاک کردین باز بشورینش و زمانی که شستین هم چند لحظه در آفتاب بگذارین باعث میشه که حتی هم پولی که درش استفاده میکنین یکان پلاستیک باب هم دیشکایی که هست از خودش یک بو داره و بویش هم از طریق همین پولی هم از بین میره. بله تمنا جان، بیشتر ما مواجه میشیم با این مشکل که ظرف های ما خصوصا ظرف های پلاسکویی که کاملا رنگ سفید داره زمانی که ما قورمه بندازیم، چون قورمه معمولا یا با رب پخته میشه یا یه سه که با زردچوبه ما ایره میمانیم در یخچال طبعا یک شب روز اثرش میگذره و ای باعث میشه کمی زردی را به خود جذب کنه. خانمای عزیز میتونین که از این استفاده بکنین و ظرفایتون که رنگ تغییر داده یا رنگ رب یا عمو زردچوبه را به خود گرفته کاملا پاک شوه و شما کاملا راحت شوین. بله بریم طرف ترفند سوم این هفته. مقدس خیلی بر ما اتفاق افتاده که در خانه در یخچال ما مثلا جوس میگذاریم، آب میگذاریم، شیر میگذاریم ولی اگان دفعه دیگه اگر بر اثر بی توجهی خود ما یا هم مثلا کودکا باعث میشه که همون شیر یا آب یا جوس بریزه. حالا اون را خب بسیار ساده میریم امرو یک دستمال مثلا مرطوب باشه پاکش میکنیم و اگر مثلا بوتل از مربا باشه یا هم اثر در داخل یخچال شیره میشه. این شیره که اگر هم باشه همرو یک دستمال مرطوب که با آب داغ باشه میتونیم او را پاکش بکنیم. اما زمانی که ما گوشت را در داخل یخچال بگذاریم گوشت از خودش یک آب تولید میکنه در داخل خود اگر فریزه یا یخدانی خود یخچال هم باشه و باعث میشه که یک قسم بو هم از خودش داشته باشه. پس این آب از او گوشت ما چه قسم پاکش بکنیم؟ پس به بسیار سادگی امروز ما یک ترفند را که برتون معرفی میکنیم خانم عزیز حتما این به ذهنتان باشه و استفاده بکنید. یک دستمال مرطوب را بگیرین و همراه با یک مایع از سفید کننده با او یک جای بکنین و اون قسمتی که شما گوشت قرار دادین و آب گوشت در اون قسمت رفته پاک بکنین. به دلیل اینکه خود آب گوشت در وجود خودش باکتریاها داره و اگر او را پاکش نکنیم پس این باکتریا باعث میشه که در تمام قسمت‌های از خود یخچال رفته با بعضی از موادها حتی اگر آبی که در یخدانی میگذارین یک جای شود حتی سبب از این شود که شما با مریضی های مختلف خدای نخواسته مثلا مواجه شین. به اساس پس حتما از این ترفند استفاده بکنین. بله تمنا جان، شخصا خود ما بیشتر با این مشکل مواجه میشیم زمانی که گوشت در خانه یخ یخچال بگذاریم. زمانی که او یخ میزنه از خود آب تولید میکنه و او چند مدته که اونجا میمانه باعث میشه که تمام یخچال خصوصا ما بیشتر در خانه یخدان یخچال گوشت نگهداری میکنیم باعث میشه او یخهایی که در یخچال از آب که اونجا هست بو بگیره. تمنا جان خیلی تشکر، من اینال از من بعد از این ترفند استفاده میکنم. تمام شد ترفند؟ یک ترفند دیگه باقی مانده مقدس در کنار این ترفندها و ایده هایی که امروز معرفی کردم. ترفند آخری هم ای است که زمانی که شما مثلا شیر جوش میدین و یا هم زمانی که میخواین شیر برنج پخته بکنین و یا هم شیر چای در قسمت زیر از این دیگ باعث میشه که اگر حرارت از پیش ما زیاد باشه و دیگه بریم مصروف یک کار دیگه شویم دیگ در اونجا باقی بمانه، اما زیر دیگ یک قسمت میگیرم خود شیر و باعث میشه که مو سیاه باشه. حتما همگی ما با این مشکل مواجه شدیم. باز اونم میریم همراه مو سیمکه که داریم در خانه کوش میکنیم پاک بکنیم یا حتی همراه کارد و قاشق و این چیزا، ولی باعث میشه که مو دیش باشه یا دیگ باشه هر چی باشه درو خراش ایجاد شوه. پس به اساس ما امروز یک ترفند بسیار ساده براتون معرفی میکنم خانم های عزیز. با استفاده از این شما میتونین که کارتون بسیار ساده تر انجام بدین. پس شما یک مقدار
پولی را بگیرین. البته اول در داخل موده تان یک مقدار آب گرم اضافه بکنین، بعد یک مقدار پولی و یا هم جوش شیرین اضافه بکنین و چند لحظه بگذارین که جوش بخوره، و زمانی که جوش خورد پس به بسیار راحتی دیگه از اون سوختگی کف دیگ هم شما میتونین خلاص شوین. بله تمنا جان، بیشتر ما امی دیگه‌ای که غذا میپزیم به خود سوخته بره بیشتر پاک نمیکنیم، یا بیشتر ما دختر خانم ها تنبلی ما میبینیم ناخنای ما خراب نشه، حتی از اون سیم هم استفاده نمیکنیم. اما شما میتونید که بسیار ساده و آسان از این ترفند که تمنا جان امروز به شما معرفی کرد استفاده کنین، و تمنا جان مطمئن هستم که خانمایی که همیشه بیننده برنامه مجله زندگی هستن همیشه خوش هستن از خودت که میایی برشان ترفندای خیلی خوب را معرفی میکنی، کارشان را ساده میسازی. شخصا خودم بیشتر ترفندایی که امروز گفتی در خانه با مشکلاتش مواجه میشدیم، خصوصا می زمانی که میگی گوشت در یخچال بیشتر بانه نمیفهمیدیم که واقعا چیکار باید بکنیم. اینا رو ما میریم استفاده میکنیم و خانوما هم حتما خوش هستن و کارشان را ساده ساختی. بازم تمنا جان تشکر. دوستای عزیز فعلا هم یک وقفه کوتاه داریم، در ادامه برنامه با ما باشین. ممنون از این که بیننده برنامه هستین. فعلا هم در بخش آموزش زبان قرار داریم و استاد اسی بیدری در برنامه با ما یک جا میشن و به شما عزیزان آموزش زبان انگلیسی را یاد میده. حتما بیننده بخشتان باشین، قلم و کتابچه در دست بگیرین و به درس استاد اسی گوش بدین. بله، اما قبل از او فراموش تان نشه که در بخش چهارم بخش روانکاو برنامه هست. وجود عشق یا هم علاقه در زندگی یک واقعیت هست. دوست داشتن و دوست داشته شدن از جمله یکی از نیازهای از دوران کودکی تا به پیری هست. حالا عشق و یا هم علاقه و یا دوست داشتن میتونه به تحصیل باشه، به یک رشته باشه، به مادر، به پدر یا هم به هر چیز دیگه. بیشتر زمان ما میتونیم مثلا دوست داشتن را تجربه بکنیم نسبت به یک چیزی که در دوره جوانی قرار داریم. زمانی که یک فرد در یک رابطه عاطفی قرار میگیره و باعث میشه به شکل غیر مترقبه او رابطه عاطفی به یک شکست عاطفی مبدل شود، این شخص افسرده میشه، خسته میشه و ناامید از تمام زندگی. حالا شکست عاطفی چی هست و ما چطور بتونیم که از زمانی که در یک رابطه شکست عاطفی قرار میگیریم خودمان را بیرون بکنیم؟ پس امروز موضوع برنامه ما در بخش روانکاو موضوع برنامه شکست عاطفی هست. اگر شما هم در این مورد سوال دارین پس میتونیم با شما تماس 0798 4012 تماس بگیرین. حالا هم میریم با هم یک جای از استاد حسیب حیدری آموزش میبینیم. Hi everybody, سلام به همه تان دوستا. امید که هر جای هستین جور و صحت و سلامت باشین. I hope all of you doing great and happy. جلسه امروز ما هم شامل سه بخش است که یک بخش شارت گرامر داریم و یک بخش فریز داریم و در اخیر هم یک بخش ما از شارت استوری و هم داستان کوتاه داریم. پس تا آخر برنامه ما را فالو بکنین، هم تعقیب بکنین. خب دوستا، شارت گرامر هم امروز راجع و هم میریم طرف different between these words. فرق بین ای کلمات ها میریم که ما داریم all, every, whole. میریم امروز فرقش هم میخونیم که چی معنی میده و در کجا استفاده میکنیم و ما دوتایش هم میبینیم که یک معنی میده و چی وقت باید از یک استفاده کنیم و چی وقت از دوتای دیگهش میتونیم چی بکنیم در جملات یوز بکنیم. اول میریم طرف all. ما all داریم و whole داریم که هر دوش از لحاظ معنی چی معنی میده؟ تماماً. تماماً معنا میده، هال و اوری و هال و هول داریم. اوکی، ما اوری داریم که اوری هر یک معنا میده. دو سوال میم طرف هال و هول. اوکی، هال کس تماماً معنا میده، اما ما معمولا ای را به اسمای چی استفاده میکنیم؟ پلورال ناونز. اسمای چی؟ اسمهایی که جمع باشه. اوکی، مثال میگم که I teach English all days. من تمام روز چی میکنم؟ انگلیسی تدریس میکنم. یعنی تمام روز، یعنی یک روز نیست، یعنی it means from Saturday up to Friday. It means or it has mean like that. اوکی، معنیش این است که من تمام هفته را یا کل این ما را چی میکنم؟ انگلیسی تدریس میکنم. درست است؟ و ما داریم whole همیشه پیشروش باید چی باشه؟ اسم مفرد باشه، یعنی یک تا باشه. مثال میگم که I teach English whole day. ما کل روز چی میکنم؟ انگلیسی تدریس میکنم. It means I have to start from morning up to evening. یعنی ای که ما از صبح شروع میکنم تا شام. ای یک روز ما میشه. درست است؟ یک روز یعنی ما اگر بخواییم تمام روز بگوییم از whole استفاده میکنیم، یعنی از صبح شروع میشه تا شام.
و اما داریم ما all days، یعنی باید اسم چی باشه؟ پیشروش اسم جمع باشه، درست است؟ all days که ما یوز میکنیم باید اسم پیشروش چی باشه؟ اسم پلورال باشه یا هم جمع باشه. فرق بین all و whole دیدیم یا هم گرفتیم که all همیشه پیشروش اسمای جمع می باشه. مثال میگم all cities، تمام شهرها. all countries، تمام کشورها. و یا هم میگم all students، تمام شاگردان. اوکی؟ و ما داریم every. every چی مانامیتا؟ هر یک مانامیتا. every. ما مثال ام رنگ دو مثال بالا برتون اینجا writing down کردم که میگم که I teach English every day. ای چی مانامیتا؟ ما هر روز چی میکنم؟ انگلیسی تدریس میکنم. every ما هر یکم مانامیتا و هرم مانامیتا. و فرق بین every و all چی است؟ every که هست همیشه اسم چی باشه؟ پیشروش اسم singular باشه. چی؟ singular nouns، اسمای مفرد باشه، یعنی اسم باشه که یک تا باشه، جمع نباشه، درست است؟ مثال میگم every day، every student، هر شاگرد، درست است؟ every week، هر هفته، weeks هم میگم، درست است؟ و هرگاه بخوایم که all use بکنیم همیشه باید پیشروش چی باشه؟ اسم جمع باشه. مثال میگم که all students، all countries، all people. People یک نفر نیست دیگه، چندین نفر است، درست است؟ all problems، تمام مشکلات. اوکی؟ اما every را ما وقت استفاده میکنیم پیشروش چی باشه؟ اسم مفرد و یا هم یک دانه اسم باشه. مثال میگم all day، all week و every. بخشین every day، every week، every month و یا هم every year یوز کده میتونیم. اوکی گایز، it was our short grammar. I hope it was useful. Okay. Anyway, now it's time for phrasal verbs. Today we have three phrasal verbs. How can we say to English, "Hey, لطفاً سرزنشم نکن"? چه قسم به انگلیسی بگیم؟ Don't scold me. ما با درس‌های گذشته گفتیم که ما هیچ وقت don't تلفظ نمی‌کنیم در پرونانس. اگه در تلفظ همیشه چی میگیم؟ don't scold me، مرا سرزنش نکن. و چه قسم به انگلیسی بگویم که مثلا یک موضوع از یکی مشوره میگیری، اما نفری که مثلا امرایش مشوره میکنی تلفظ میکنه که ای بستگی به خودت داره که کار انجام میتی یا نمیتی. چه قسم بگویم که ای بستگی به خودت داره؟ It's up to you. It is up to you. It's up to you. ای بستگی به خودت داره. اوکی؟ و چه قسم بگویم که موبایلم چارج نداره؟ اوکی؟ فریزل ورب از خود داره. دوستان نمیگیم که my cell phone doesn't have charge. اوکی؟ instead of it we can use another sentence. اوکی؟ like my phone is dead. My phone is dead چی مانا میتا؟ یعنی تلفنم شارژ نداره. اوکی؟ don't scold me، مرا سرزنش نکو. it's up to you، ای بستگی به خودت داره. و my phone is dead، تلفنم شارژ نداره. این مانا میتا که مثلا تلفنم مرده. اوکی؟ میگم که تلفنم شارژ نداره. اوکی گایز، it was our phrasal verbs. I hope it was useful for all of you. اوکی؟ خب دوستان، یک شخص بوده که همراه خانم و پسر خود زندگی میکرده و بعد چند مدت ناگزیر میشه که همراه پدر خود زندگی بکنه. پدر ای بسیار یک شخص پیر و یک شخص بسیار ضعیف بوده که حتی دوستایش تا وقتی نان خوردن و یا هم نماز خواندن چی میکنن میلرزیده، خیلی ضعیف شده بوده. و هر شب وقتی که سر میز غذا میشته همیشه یا مثال غذا را به سر لباسای خود میریختند و هم یک گلاس میده میکرده. چند شب متواتر رمی پدر این کار میکنه. ای پسر میبینه میگه والا زن باید از شر پدرم خلاص شویم. چی بکنیم نمیفهمیم. خانمش میگه بیا چی خوب است که میزمی پدر ما را چی بکنیم؟ جدا بکنیم. دیگه شب وقتی که امی پیرمرد میاره به او طرف یا هم کنج خانه برش یک میز لایده میمونه که چی بکنه؟ غذا بخوره. باز هم وقت غذا را در موجام نوش جان میکنم گلاس هم میده میکنه. شب دیگهش پس دوباره مو قابه که مثلا نان میخوره او را هم میده میکنه.
دیگه چاره پیدا نمیکنه. این نفر طرف خانم خود میکنه، میگه چی خوب است که به پدرم یک تا کاسگک بسازیم از چوب که هم دو آب بنوشه و هم چی بکنه؟ نان بخوره. گفته درست است، برش یک کاسگک جور میکنه و همیشه همون نانو یا آب خود همراه همون کاسه چی میکرده؟ تناول میکرده و هم میخورده. بعد از یک چند روزی همی شخص همراه پسر که 7 ساله بوده همراه چی میکرده؟ بازی میکرده. پدر بسیار به ناز و بسیار به مهربانی طرف پسر خود میکنه، میگه بچه ایم چی میکنی؟ میگه پدر جان من دو تا کاسه چوبی جور میکنم. میگه چرا؟ میگه به خاطر که هرگاه خودت و مادرم پیر شدین به شما هم چی بکنم؟ همی کاسه را بتم. بله دوستا، یادمان نره که این زندگی و هم این دنیایی که فعلا ما هستیم گرد است. هر عمل که میکنیم منتظر عکس عملش باشیم. اوکی گایز، ایت واز اور لیسن، آی هوپ ایت واز یوزفول. جنبندی برتون میکنم، امروز فرق بین all, every و هول خواندیم که فرقش برتون فول دیتیلز گفتم و سیت آف فریزل ورب هم گرفتیم که don't scold me، مرا سرزنش نکو، و همچنان it's up to you، ای وابستگی و هم بستگی به خودت داره. my phone is dead، تلفنم شارژ نداره. until next time، bye bye، have a nice days nights. عشق را به معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیب رنگ بین گلها زشت یا زیبا مکن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و ارادت دارم به تمامی عزیزان بیننده برنامه مجله زندگی و بالخصوص بخش روانکاو. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین، ایام زندگیتان بخیر سپری شوه و بیننده برنامه خودتان مجله زندگی باشین. امید وطن هستم امروز با استاد خدیجه محمدی روانشناس کلینیکی قرار است روی موضوع شکست‌های عاطفی و یا هم به اصطلاح میانه شکست های عشقی صحبت های داشته باشیم. اگر شما سوال دارین و میخواین بپرسین و یا هم آسیب دیدگی دارین، میتونین به شماره تماس 0798-4012 تماس بگیرین و سوالتان را بپرسین. و جا دارد که در نخست برنامه نیز یک تشکری داشته باشیم از مرکز پوشاک برکلند به خاطر تهیه و تنظیم لباس مجریان. آدرس شهر مزار شریف، قریشی مارکت، منزل 3، مرکز برکلند داماد. جناب استاد خوش آمدین، روزتان بخیر. سلام باشین، روز شما هم بخیر. عرض سلام، وقت بخیر خدمت همه بینندگانی که ما را دنبال میکنن. امیدوارم که روز خوبی را تا این ساعت سپری کرده باشم. در خدمتتون هستم. خوش آمدین استاد. قسمی که در شروع اشاره کردیم، مبحث شکست عاطفی و یا هم شکست عشقی یک بحث بسیار طویل است که در جامعه افغانستان نه بل در تمام دنیا حاکم است و آسیب دیدگی های خاطر جوانان دست پنجه نرم میکنن. بله دارن و ما این بحث را داشتیم و خواستیم که با شما ادامه این بحث را داشته باشیم. خوب است در نخست به مفهوم عشق و عاشقی و عشق های ناسالم یک طرفه اشاره داشته باشین. بسیار عالی. عشق یکی از لذت بخشترین احساس یا هیجانی هست که هر فردی دوست داره که او را تجربه بکنه و نیاز ما به دوست داشتن و دوست داشته شدن از جمله نیازهای اولیه ما هست. و این عشق اگر واقعا عشق سالمی باشه میتواند در زندگی به ما انگیزه بده، این باعث انگیزه ما بشه و باعث درمان و التیام خیلی از دردهای ما در زندگی بشه، اما به شرط این که این عشق سالم باشه. اما متاسفانه چیزی که امروز ما شاهد آن هستیم، عشق در واقع کمرنگ شده و یا در واقع عشق از مفهوم واقعی خودش فاصله گرفته. امروز بیشتر در واقع مسئله عشق مخصوصا بین قشر جوان و مخصوصا بین دختر خانم ها بیشتر این که کی پولدار هست، این که موقعیت اجتماعی که بالاتر هست و بیشتر هست و کی میتونه برای من در واقع مو با طلا و جواهر و نمیدانم محفل آنچنانی فراهم کنه، یا در واقع یک از بلای خانمانسوز تلفن آیفون هست این رو برای من بگیره و ایه که تا من بیتوانم از طریق نمی در واقع مو پوز دادن ها و تم دادن ها من نشان بدم به دیگران و این در واقع نمیتونه که عشق سالم باشه. اما اگر بخوایم که اینجا تفکیک قائل بشیم که عشق ناسالم چی هست، عشق ناسالم یک سری ویژگی هایی داره، از جمله این که در عشق ناسالم اون اعتمادی که باید بین دو طرف باشه نیست. بله. مدام همدیگر رو چک میکنن، به همدیگر گیر میدن، در واقع مسئله شکاکیت هست، به همدیگر اعتماد نمیکنن و اون حرفای دل در واقع و رازهایی که باید به همدیگر بگه ایران نمیگن.
نسبت به هم به احترامی، به حرمتی میکنن، توهین میکنن. گاهی آنچنان داغن، آنچنان همدیگر رو دوست دارن که میگن یک دقیقه بدون تو من نمیتونم نفس بکشم. اگر یک روز من تو رو نبینم انگار که دنیا تمام شده، من داغون هستم. در واقع وابستگی مرضی. یا اینکه وقتی که یک بحثی پیش بیه کلن چشمشون رو میبندن، دهن باز میکنن، به هم به احترامی میکنن، به حرمتی میکنن، فحاشی میکنن. و اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم این عشق عشق سالم هست. عشق سالم برای معشوق اسارت نمیاره، بلکه رهایی میاره، آزادی میاره، رشد و تعالی برای دو طرف رو فراهم میکنه. اما یک از عشق ها، این عشق خیلی آسیب میزنه، اما عشق یک طرفه. پیری به من گفت که زمان درد دل بکن که دوستش داری و میدانی که دوستت دارد. در این صورت تو پیر نمیشوی. و از او پرسیدم که چرا پیر شدی؟ گفت چون دوستش داشتم و او مرا دوست نداشت. این همین مصداق بارز عشق یک طرفه هست. در عشق یک طرفه یک نفر دوست دارد و متقاضی دوست داشتن از طرف مقابل هست و مدام میگه تو مرا دوست داری؟ تو میتونی مرا دوست داشته باشی؟ و این کلمه خیلی در مکالمات اینها شنیدن میشه. و در واقع یک طرف عشق میورزه، یک طرف دوست داره، ابراز محبت میکنه، ارزش میده، احترام میده، وقت میگذاره و طرف مقابل یا خونسا هست یا نسبتا خونسا هست. و اینه که در واقع در عشق یک طرف، یک طرف دهنده هست و یک طرف گیرنده هست. و اینکه اون ابراز علاقه ای که واسه طرف مقابل دریافت کنه. و دردناکترین، سوزاننده ترین عشق هم عشق یک طرفه هست که خیلی به عزت و نفس و اعتماد به نفس طرف مقابل آسیب جدی میزنه. واقعا شاید جوانای زیاده باشن در جهان که از عشق یک طرفه و داشتن عاطفه یک طرفه رنج میبرن. اگر استاد غور کلی داشته باشیم، شاید ما کسی را در زندگی بیافیم که خیلی وقت است عاشق یک طرفه است، اما با صدایش لبیک گفته نمیشه و او خداوند ماست که دائما نگارگر ماست و بعضی های ما اصلا به درش نمیریم و اصلا نمیدونیم که چقدر ما را دوست داره. حالا این بس میتونه شکست های عاطفی هم داشته باشه و میتونه ابعاد مختلف خودش را هم داشته باشه. بپردازین به این که شکست عاطفی از دیدگاه روانشناسی چی است و کدام ابعاد را داره؟ شکست عاطفی اون شرایط و حالتی هست که فرد یک نفر دوست داره، به اون علاقه من هست، عشق میورزد، اما بنا به دلایل این از دست میده. یعنی در واقع رابطه قطع میشه. و کسی که در واقع درد شکست عاطفی رو تجربه میکنه، دقیقا مثل تجربه از دست دادن یک عزیزی هست. مثل اینکه یک از عزیزانش از دست داده، یا اینکه دقیقا همون دردها، همون احساسات در واقع درد آوره که در فراق یک عزیزی که ما وقتی از دست میدیم این تجربه میکنه. و گاهی اوقات حتی فراتر از دست دادن یک عزیز و فراتر از مرگ یک عزیز. خیلی موارد به ما مراجعه میکنن، میگه که من پدرم مرد، مثلا من برادرم، خواهرم، اما اینقدری که این مرا اذیت کرد، اینقدری که این مرا فلج کرد، از دست دادن اونها مرا فلج نکرد. و دقیقا همون مراحل سوگواری در شکست عشقی و عاطفی پیش میاد. فرد در مرحله اول دچار شوک هست، شوکه هست، و بعد در واقع در مرحله انکار وارد میشه و میگه که انکار میکنه، نه نمیشه، مگه میشه مرا رها کرده باشه؟ مگه میشه با من حرف نزنه؟ مگه میشه به راحتی و از من دست بکشه؟ و این مرحله انکار باعث میشه که این به این شخص یک امید واهی بده، که این امید واهی خیلی بدتر هست. چون این امید واهی باعث میشه که شاید برگرده، شاید پس بیاد، شاید پشیمان میشه، و این باعث میشه که این نتونه با واقعیت روبرو بشه و واقعیت رو بپذیره. بعدی وارد مرحله در واقع ترس و وحشت و عصبانیت و پرخاشگری میشه. بعد از اینکه این مرحله گذشت، دیگه شخص در یک حالت افسردگی و در یک حالت نامیده و در یک حالت انزوا قرار میگیره که اینجا معمولا روابط اجتماعی محدود میشه و خیلی فعالیت های خودش محدود میکنه و معمولا کلمات اینچنینی بیان میکنه که من دیگه هرگز عاشق نمیشم. اکثرا این حرفا رو خیلی میشنویم، کسایی که تازه شکست عشقی میخورن میگن هرگز من عاشق نمیشم، یا که من هرگز مرد مثل این یا مثلا دختری مثل این رو من پیدا نمیتونم و من هرگز با هیچ کسی جز این خوشبخت نمیشم. اینها کلماتی هست که معمولا بعد از مسئله شکست عشق اتفاق میفته و خیلی دردناک هم هست، جدایی عاطفی، و خیلی به فرد فشار هم وارد میکنه. دقیقاً. استاد تماس داریم، خواهر ما مریم جان تماس گرفتن. مریم جان خوش آمدین به برنامه، ما صدای شما رو در استودیو داریم، بفرمایید سوالتان را. سلام بلکه، سلام به استاد محترم، علیکم سلام. یک سوال داشتم. بفرمایید خواهر عزیز.
استاد محترم میخوایم بپرسم زمانی که انسان در موضوع عاطفی شکست میخورد، یعنی هیچ وقت نمیتونه یک شخص فراموش کنه، دیگه چطور میتونه که انسان از عاطفیش برای همیشه پاک کنه، برای همیشه هیچ دیگه در ذهنت هم خطور نکنه؟ این چه امکان نداره که ذهنت پاکش کنه؟ یعنی چی راههایی حل هستن؟ ما تو هم استاد ما یک یعنی نمیخوای بهترانی شد، یک مشوره میتونم که دخترها پشت پول نیستن، نه پول میخواه، نه دارایی، نه قصر، نه موبایل آیفون، هیچی بینید، فقط واقعا توجه میخواه. وقتی کس را دوست نداشتی ضرور نیست که او را فریب بدی، بازی کنی با احساس یک دختر. این فقط داشتان میخواستم بچه تمامش فریب کار است نست نگاه هم. بله، تشکر خواهر عزیزی که تماس گرفتین، تشکر از سخنهای گهربارتان، انشالله منتظر باشین استاد به شما پاسخ ارائه میکنه. و یک چیز را بیافزایم در جمله حرفای خواهرم که وقت استاد، چون شما هم در این رشته هستین و بیشتر از ما میدانین که انسان وقت آسیب دیدگی پیدا میکنه از یک جهت و خصوصا به خواهر ما میگم از جهت های عاطفی، باز یک ذهنیت و خود تلقی میته و فکر میکنه که تمامی بچه های دنیا شاید بد باشه و وقتی که پسر از بله دختر شکست میخوره فکر میکنه که تمامی دخترهای دنیا بد است و فعلا هم فکر میکنن که معیار رسیدن به اهدافی که ما در قبال یک خانواده داریم و یا هم در قبال کسی که دوست داریم شاید پول باشه که اینا اشاره کردن. حالا به سوال اینا چی پاسخ دارین که میگن ما چطور بتونیم واقعا کس را دلیت بکنیم و حذف بکنیم از اینا؟ در قسمت راهبردها ما بیشتر صحبت میکنیم، فقط در این حد اولا به اینا بگم که ما منظورمون از این حرفی نبود که تمام دخترها دنبال پول و طلا و تلفن آیفون هست، ولی گفتیم اکثریت بین دختر خانم ها دیده می شود هستند، دخترانی داریم که واقعا عشق صادقانه دارن، واقعا دوست دارن بدون مسئله مادیات، و ما هم پسرانی را داریم که واقعا وفادار هست، و اینجا که گفتن تمام مردها مکار هستن یا خیانتکار هست، این باید اصلاح کنیم. ما مردان خوبی زیادی هم داریم، اما این که اینا ما چیکار کنیم که شکست عشق کلا دلیت شونه، اصلا ما همچین فرمولی نداریم که من به شما یک فرمول بدم که شما این فرمول استفاده که کلا از بیمار مگر اینکه شما آلزایمر بگیرید. امکان این نیست که ما اون اطلاعات و یک دوره از زندگی شما رو محافظه شما چیکار کنیم، حذف کنیم. فقط از طریق راهبردهایی که میدیم به شما کمک میکنیم که این پروسه رو شما با سهولت بیشتری سپری کنید و گیرنده باشین زمانی که ما راهبردها رو میگیم. دقیقاً استاد، باز در بخش راهکارا در اخیر برنامه اشاره داشته باشین. فعلا هم تماس داریم، خواهر ما تماس گرفتن از کابل، از قصبه کابل تماس گرفتن. به برنامه خیلی خوش اومدین، ما صدای شما رو خواهر گرامی داریم. سلام علیکم، بگرد کنم چی کنید؟ خوب هستیم؟ الحمدلله، ما خوب هستیم. بفرمایید سوالتان را بپرسین. سوال مامی از بذار که من خودم یک پنج شهر سال شد که نوزاد هستم دیگه، مردم آزاد دارم، هر چیز دیگه پرسان میکنم و اوقات سر ذهن ما قدر تصیرات میگه که هیچ دیگه اگان وقت موات و جان خدا نمیش مستد، من چی کنم برم خواست و قدر دارم پشتر میگه دیگه مشورتون میخواستم. سوال شما صد دارین؟ از چی نظر نامزدتون به شما فشار وارد میکنن؟ نامزدتون نیه همی دیگه مردم به خاطر عروسی پرسان میکنن. نامزدتون دایش خوب است دیگه، همی عروسی را بچم که تاثیر چی است، همی یکی خلق اقتصادش خوب نیست دیگه، همه تو یکی به دیگه وقت میمانه ایما به دیگه ما ایما به دیگه ما همی است که مرا رنگ داره میره زیاد در خانه هزار نگاه دست در هر کس گفت مشنام از فامیل از اقارب از همگی زیاد رنگ میبرم از این زیاد تر زمنم تاثیر میگه قدر رویم از سبق که زیاد تغییرات آمده. درست از خواهر عزیز، بیننده باشین، به شما پاس خیره میشه. زنده میشه به مرکم وقتم، خوش خبرتون. وقت شما بخیر. در رابطه با این خواهرمون باید بگیم که خودتون دارید اشاره میکنید که نمی آدم از لحاظ اقتصادی خیلی خوب نیست، در وضعیت مساعد نیست، و زمانی که شما اینمی شخص را انتخاب کردید میدانستید سطح اقتصادی اونقدر بالا نیست، یعنی یک چیزهایی را ما باید پیشبینی کنیم زمان انتخاب. ممکنه که بالاخره عروسی آنچنانی گرفته نتانه، ممکنه که رسم رسومات خیلی با تجملات برگزار، و ممکنه که این پروسه نامزدی طولانی تر شود. و از این مورد دیگه این که شما اگر در انتخاب خودتان مطمئن هستید و همسرتان رو دوست دارید، شما نباید حرفای مردم روی شما تأثیر بگذاره. اگر قرار بر ای باشه که ما طور زندگی کنیم که مردم به من حرف نزنن، گپ نزنن و من رضایت مردم رو داشته باشم، باید شما اصلا برای خود زندگی نمیکنی. امروز که شما بعد از نامزدی عروسی کردین، گپ بعدی مردم اینه که کی اولاد دار میشه. وقتی که اولاد داشتی گپش اینه حالا که دختر آوردی بچه کی میری، بچه آوردی دختر. گپ مردم عزیز من تمامی نداره، اینه که شما روح روانتون و اون رابطه بین خودتون و همسرتون به خاطر گپ مردم، حرف و حدیث هایی که مردم بیکارن،
کاری نداره جز اینکه در زندگی من و شما دخالت کنه، خودشونو سرگرم کنه، سعی کنید روح روان خودتون رو با آرامش از خودتون نگیرید، تمرکز کنید روی رابطه دو نفره خودتون و سعی کنید همسرتون رو درک کنید و با اونها صحبت کنید که اگر امکانش هست شما یکم از اون انتظارات توقعاتون کاهش بدین و اون ازدواج زودتر عروسی رو ان شاء الله راه بندازید. یک چیزی که استاد ما در کتاب خوانده بودم میگن دروازه شهر میشه بسته شو اما دهان مردم هیچگاه بسته نمیشه و قرار نیست که ما بتونیم تمامی انسان ها رو از خود راضی نگاه بکنیم. در جریان که شما صحبت میکردین خواهر ما تماس گرفته بودن از حیرتان که نخواستن تماسشون به استودیو وصل شوه، گفتن که مادرشون را 2 سال پیش از دست دادن و همیشه وقتی که مادرشون یادشون میاد امو عواطف و احساسات اینا را لطمه میزنه و اینا را اذیت میکنه، چی کار باید انجام بدن؟ ببینید اینکه من مادرم برام یادآوری بشه یا یک عزیزی که من دست دادم یادآوری بشه و من احساسم غمگین نشوه، احساسم جریحه‌دار نشوه، این اصلا غیر ممکنه. مگر می توانم به یک مادری که یک عمر با او سپری کردیم و همراه او بودیم بعد یادآوری از او باعث جریحه‌دار احساس ما نشوه، در واقع باعث غمگینی و ناراحتیم. اگر فقط به محض یادآوری شما احساستون جریحه‌دار میشه این مشکلی نیست، اما اگر اینطور هست که تمام مدت یعنی 24 ساعت شما 22 ساعتش دغدغه ذهنی و فکری به دست دادن مادر دارید و متناسب با او غمگین میشید، ناراحت میشه، این دیگه باید برای درمان حتما اقدام کنید. استاد گیریم که ما شکست عاطفی خوردیم خدای نخواسته، کدام کارا را باید بعد از شکست عاطفی انجام ندیم که میتونه یک مبحث خیلی بزرگ باشه؟ فعلا یک وقفه کوتاه داریم، در ادامه برنامه شما هم از زبان بیننده نگارگر مجله زندگی و بخش روانکاو باشین، استاد به این سوال پاسخ اشاره میکنه. در ادامه برنامه مجله زندگی بخش روانکاو خوش آمدین. ما امروز یک بحث داغ را انتخاب کردیم به نام شکست‌های عاطفی و هم شکست‌های عشقی. اگر شما آسیب دیدگی دارین در این مورد میتونین به شماره تماس‌هایی که روی اسکرین‌های تلویزیونتان درج شده تماس بگیرین و از استاد خدیجه محمدی که روانشناس کلینیکی و استاد پانتون هست سوالتان را بپرسین. حالا استاد به سوالی که قبل از وقفه کردم بپردازیم، اگر کسی تجربه میکنه شکست عاطفی و یا هم شکست عشقی را باید کدام کارها را انجام نده و کدام کارا به این میتونه خیلی اضرار دهنده و ضررناک باشه؟ تشکر. یک سری از رفتارهایی هست که زمانی که فرد دچار جدایی عاطفی میشه، شکست عاطفی میشه، نباید انجام بده. اولین نکته ای که باید خیلی توجه کنن که عشق را گدایی نکنن. نباید هرگز عشق را گدایی کرد. زمانی که مثلا شما این نوعی نمیخواین دیگه با من باشید، منم دیگه نباید بخوام که با شما باشم. و ای که در واقع من گریه کنم و زاری کنم و التماس کنم که مرا دوست داشته باش، با من باش و برگرد، اینجا در واقع من کرامت خودم، حرمت خودم و در واقع احترام خودم و زیر پای خودم له کردیم و در این صورت در واقع من و عزت نفسم آسیب دیم و ما خودم حقیر کردیم. اگر این شخص برگرده که من موفق میشم با التماس و زاری، این مرا دوست نداشته که برگشته، بلکه این از روی دلسوزی و ترحم برگشته. هیچ کسی دوست نداره که یک شخص از روی ترحم و دلسوزی همراه او باشه و این باعث میشه که وقتی که شخص برگشت تق به تقی که خورد میگه من که رفته بودم، تو گریه کردی، زاری کردی، التماس کردی، من برگشتم، اما دلم به حال تو سوخت که برگشتم. اینجا من بیشتر داغون میشم، اینجا بیشتر من حقیر میشم. پس به هیچ عنوان عشق را نباید گدایی کرد. مورد دوم این هست که تهدید نکنیم. خیلی تهدید میکنن مخصوصا از سمت آقایان که من تو رو میکشم، خودم رو میکشم، یه اصلا عشق نیست. اگرم عشق هست، عشق ارزشمند نیست. عشق ارزشمند عشقی هست که من به نفس خودم احترام میگذارم و به طرف مقابلم احترام میگذارم و من نمیتوانم نه به خودم و نه به دیگری آسیب بزنم. پس این نمیتونه عشق. پس تهدید نکنید. یعنی خود تهدید یکی از رفتارهای بسیار مخرب هست. و مورد بعدی این که من یک از اشتباهایی که میکنیم وقتی که این اتفاق میفته فکر میکنم من مقصرم، من اشتباه کردم، من نباید این کارو میکردم، نباید این رفتار رو میکردم، نکنه که من کدام ایراد دارم، نکنه که من مقبول نیستم، من جذاب نیستم. یعنی شروع میکنه به سرزنش کردن خودش. به هیچ عنوان نباید سرزنش کنید. شخصی که رفته دیگه رفته. یعنی کسی که ماندنی باشه میگه که راه برای ماندن پیدا میکنه، کسی که رفتنی باشه یک بهانه بنده که دستش بده این بره. پس باید پذیرفت که این شخص رفته و خودتون رو سرزنش نکنید. مورد دیگه این هست که به هیچ عنوان جایگزین انتخاب نکنید.
معمولا اطرافیان میگه برای که از این درد و رنج رهایی پیدا کنی، سرگرم بشی، برو با یک نفر دیگه وارد رابطش. خیلی ایره میبینیم، خیلی زیاد هست. و اینه که اینجا شما در واقع آسیب بیشتر میبینید، چون فقط برای رهایی از این درد و رنج و تنهایی وارد یک رابطه ای نه چندان سالم شدید. شما فقط میخواستید یک شخص باشه که مرا سرگرم کنه، امی تنهایی مرا پر کنه. یکی شخص ممکن یک شخص نامتعادل در بیاد، اونجا اون وابستگی حل نشده، شما وارد یک رابطه وابستگی دیگر شدید و شما آسیب میبینید. در هر سطح تحصیلی که هستید، در هر پوزیشن اجتماعی که هستید، در هر سنی که هستید، زمانی که شکست عاطفی برای شما اتفاق بده، به خودتون فرصت بدید، به خودتون زمان بدین که این پروسه طی بشه و شما بپذیرید و با اون شکست عاطفی و عشق کنار بیاید. بعد شما اقدام کنید برای یک شخص جدید. سوال جالب ای هست استاد، که دائما خواستیم ما به همو جندر ایکوالیتی و یا هم برابری جنسیتی نگاه داشته باشیم. حالا زیادترین آسیب دیدگی را از دیدگاه یک روانشناس در این عرصه پسر زیاد میتونه داشته باشه یا دختر؟ با توجه به این که خانم ها عاطفی هستند دیگه، خانم ها عاطفی هستند، خانم ها روحشون لطیف هست و متاسفانه خانم ها هم زود وابسته میشن. زمانی که یک دختر پسر وارد رابطه میشه، آقا هدفگراست، آقا بیشتر برای رسیدن به او اهداف خودش، اما دختر خانم وارد خیالات میشه، تخیل پردازی میشه. همون آشنایی ابتدایی تخیل پردازی در واقع عروسی و تالار و نمیدم لباس و حتی نام بچه‌هاش انتخاب میکنه در ذهن خودش و این باعث میشه که یک دختر آسیب جدیتر و بیشتری از بعد عاطفی ببینه و اونها بیشتر وابسته میشن. استاد شما اشاره خوب داشتین در مبحثی که باید عشق را گدایی نکنیم و رسیدن را گدایی نکنیم. سوالی که در جریان که شما وقفه داشتین ما نتونستیم تماس را وصل بکنیم از برادر موی بود که بعضی های هستن که به زور سحر و به زور جادو و به خواست ملا و مفتی و شیخ و نمیدونم اینا میخواین به کس برسن و کسی که اونا را قبول نکرده و شکست عاطفی را از طرف اونا دریافت کرده، به یک نحوه و یا به یک طریقه میخواین اونا را به دست بیارن. یا هم بعض وقت فامیلا بیش از حد پول پرست هستند، بیش از حد مادیات پرست هستند و زمینه رسیدن فرزندشون به پسر و یا دختر را پول و یا هم معیار قرار میدن و اینا کوشش میکنن پولدارشان تا به او دختر برسن. این میتونه چی جایگاهی داشته باشه؟ حالا که به زور سحر به دست میارن، هر دو طرف همدیگر را دوست دارن، اما یک چیز در بین واسطه قرار میگیره و یک چیز را واسطه قرار میدن. این موارد به مورد خیلی خوب اشاره که موارد خیلی زیاد داریم و متاسفانه معمولا اتفاق میفته که اینها آخرین راه چاره را مسئله سحر جا. اولا که بگم هیچ تأثیری نداره، این تأثیر نداره. بعدم اگر تأثیر دار، این تأثیر کوتاه مدت هست. ما حالا بالفرض که ما به وسیله جادو سحر این نفر را به دست آوردیم، شما میدانید که اون سحر جادو تو یک زمانی این چی داره تأثیر خودش داره، همین که تأثیر از بین رفت دوباره یه همون شخص میشه، همون آدم میشه، دوباره چالش ها و درگیری ها پیش میاد و حتی ما کسایی را داشتیم، یعنی بر شواهد عینی که پیش من آمده، نامزد شدن، بعد از نامزدی دوباره رابطه خراب شده و نامزدی فسخ شده یا حتی وقتی هم که ازدواج کرده و الان پشیمانه که کاش من این کارو نمیکردم و این شخصی که مرا نمیخواست به هر دلیلی و من نباید به سحر و جادو متوسل میشدم و این شخص به دست. به هیچ عنوان نباید این کار بشه که پیامدهاش متوجه خود شما میشود. هم مورد دیگه که شما اشاره کردین که متاسفانه باز هم در جامعه ما زیاد هست که دختر و پسر همدیگر رو دوست دارن، معیارهای همدیگر رو دارن پوره، وقتی بررسی میکنیم میبینیم این دختر ای پسر مشکلات آنچنانی هم ندارن، میتونن برای همه کیس ازدواج مناسبی باشن نسبتا، اما خانواده به خاطری که حالا پول آنچنانی نداره، بچه نمیدونم شغل آنچنانی نداره یا موقعیت اجتماعی آنچنانی نداره، مانع ازدواج میشه و اینا میدن به یک شخصی که مثلا پول داره یا به خارجی میدن یا هم خیلی رسم شده. اما این دختر با همین بچه‌ای که پول نداره، با همین بچه‌ای که حالا شغل آنچنانی، احساس خوشبختی میکنه، احساس راحتی میکنه. درسته پدر مادر به اساس نگرانی که حالا دست نیاز طرف دیگر را دراز نکنه، در واقع بین پک و فامیل طلای آنچنانی بیارن، عروسی آنچنانی، این کار میکنید، اما چیزی که مهم هست احساس دختر شما نسبت به این بچه و احساس بچه شما نسبت به این دختر خیلی مهم هست که هیچ پولی نمیتواند این احساس ایجاد کنه. والدین غافل از اینکه حالا عروسی
میکنن، نکاح که خوانده شد مسئله احساس و عشق و عشق اینا حل میشه. اما من در جایگاه یک روانشناس که در این زمینه تجربه کاری دارم میگم که اون احساسی که از اول نباشه، متاسفانه هیچ پولی، هیچ طلایی، هیچ قدر عزتی نمیتونه او را برگ و این دختر هر روز مرگ تدریجی را یا این بچه تجربه میکنه و هیچ عنوان نباید این اتفاق بیفته. اگر هدف شما خوشبختی اون دختر و بچه شما هست، حتما به انتخابش احترام بگذارید، مشوره و راهنمایی بدین، تحقیقاتتون رو بکنید، ولی به صرف اینکه اون بچه پول نداره مانع ازدواج لطفا نشوید. انشالله فامیلایی که در این عرصه دائما ذهنیت های مخرب داشته باشن حرف شما را بپذیرن و از این بعد انشالله اون کار را انجام نتن که باعث تباهی آینده دو جوان شد. چون ازدواج به میل دل پدر و مادر و به میل دل اقوام و کاکا و ماما ازدواج میباشه که به میل اونا صورت میگیره و تنها خیر را که میبینه خودشون ازدواج خواهدن، نه کسایی که ازدواج میکنن. در لابلای حرفای شما سا تماس داشتیم از مکرویان کابل، خواهر ما که اسمشون را نخواستن ما بگویم، گفتن پسر را دوست دارن و او پسر هم ادعا میکنه که اینا را دوست داره و سنشون هم 25 سال است. حالا او پسر میگه من قبل از اینکه خواستگاری رای بکنم و تو را با مادر و پدرم معرفی بکنم، خوب است یک بار ما و تو تنهایی ملاقات بکنیم، من تو را از نزدیک ببینم و مو میارایی را که دارم ما به تو بگویم و تو به من بگی. شما چی پیشنهاد به اونا میتین؟ آیا اینا این ملاقات را قبول بکنن یا خیر؟ ببینید، این پسر و اون دختر حق طبیعیشون هست که قبل از اینکه تصمیم نهایی بگه به یک شناخت از همدیگر برسه. این شناخت یک حدوش از طریق در واقع مکالمات تلفنی و اینها هست و شناخت زیاد من زمانی به دست میارم که با طرف مقابل ملاقات داشت. اما باید حواسون باشه که این ملاقات چگونه، با چی هدف و در چی مکان و موقعیت انجام می شود. یعنی در واقع خط قرمزها رو در نظر بگیرم. ما با این آقا در یک مکان عمومی مثل رستوران، یک جای، یک کتابخانه، نمیدونم محیط دانشگاهی که مکان عمومی باشه، اگر تا حدودی میشناسه میتونه به این اعتماد کنه و خود این شخص بره سر قرار، اینطور نباشه که با اتومبیل شخصی به دنبالش و ایره ببره، مخصوصا اگر شناخت نداره و اونجا در یک محیط عمومی همدیگر رو ببینن، در واقع مکالمات و تعاملات انجام بشه و یک شناخت نسبی از همدیگر برس. این یک خاص غیر منطقی نیست، ولی باید ببینیم که هدف چی هست و اون مکان ملاقات و اینکه نحوه رفتن ملاقات و خط قرمزها رو حتما باید حواسشون باشه. در نظر گرفتن شرایط فعلی میتونه بهترین نظریه به خواهر ما باشه. البته ما فکر میکنم که حرف زدن هم بهترین منبع شناخت میتونه استاد باشه، در صورتی که اینا بتونن هم دیگر را بشناسن. در اخیر برنامه اشاره داشته باشین استاد به راهکارهایی که حالا کسان هستن بیننده برنامه مجله زندگی هستن که شاید در چهار اطراف ما کسایی باشن که این حالت را تجربه کرده باشن و شکست عاطفی را تجربه کرده باشن، چی راهکارهایی وجود داره که واقعا اونا بتونن حذف بکنن؟ چون ما یک تماس هم داشتیم و خواهر ما پرسید که چگونه باید واقعا او را از زندگی ما محو بکنیم و خیالاتش را از بین ببریم. بله، خدمتتون عرض کنم، همونطور که من دالاولای صحبت‌های میگفتم که ما اینجا نمیتوانیم فرمول ارائه بدیم به بینندگان ما که شما کلا اون قسمت از زندگیت کات کنید و هیچ در ذهنی نه. این فقط در صورتی که شما آلزایمر بگیرید، خدای نکرده، اتفاق میفته. ولی راهبردهایی که ما میدیم میتونید از اینها کمک بگیرید و دوباره شما بلند شید، دوباره پرقدرت به زندگی خودتون ادامه بدید. اولین گامی هست که زمانی که اون جدایی عاطفی اتفاق میفته، من بپذیرم، خودم را گول نزنم، خودم را بازی ندم، امیدی واهی نداشته باشم که شاید برگردد. کسی که یک بار رفته دیگه اصلا نباید من اجازه بدم که برگرده و نباید اجازه بدم که برای بار دوم مرا داغون کنه و رها کنه بره. بیپذیرم، خود پذیرش مسئله خیلی برای من این مسئله راحت تر میکنه که من با این چی کنم؟ کنار بیام. و مورد دوم این که زمانی که من شکست عاطفی خوردم، شروع کنم به نوشتن جنبه های منفی انمی شخص، به جایی که مدام خاطراتش رو مرور کنم و حرفای حالا خوبش عاشقانه‌ش رو مرور کنم که حالی مرا بد کنه، سعی کنم این آدم غربال کنم، جنبه های منفی میرو جز به جز بنویسم و بلند بلند برای خودم بخوانم. مورد دیگه این که من سعی کنم و زمانی که انمی اتفاق افتاده خودم به هیچ عنوان سرزنش نکنم، به هیچ عنوان. خود این سرزنش باعث میشه که من یک حالت افسردگی و احساس حقارت و بی‌ارزشی کنم. اما مورد دیگر این که من بت‌سازی نکنم. یکی چیزهایی که به من آسیب میزنه که من دچار شکست عاطفی در واقع بشم، که اذیت بشم، این هست که من اون از اون شخص یک آدم خارق العاده ساختم، یک آدم ایدئال ساختم که میگم که مثل این آدم من پیدا نمیدانم،
در حالی که ذهن من بین آدمی فوق العاده داده. در ذهنم من از یک آدم ایدئال ساختم، در حالی که منطقی نگاه کنم خیلی آدم های بهتر از شاید در بیرون باشه. شاید من بتونم رابطه بهتر از این رابطه را باشه کسای دیگر، آدم های بهتر دیگر تجربه. پس بت سازی نکنیم. و مورد دیگه، یک از دلایلی که من در واقع شکست عاطفی و عشقی مرا از پا در میاره، واقعا مرا داغون و له میکنه، این هست که من در دوران کودکی عشق را دریافت نکردم. یعنی در خانواده بزرگ شدم که آسایش، آرامش نبوده. اینها مرا تحسین نکردن، اینها مرا تایید نکرد، اینها به من پر و بال نداده، اینها مرا به آغوش نکشیده. من گدای عشقم. وقتی که با این وضعیت وارد جامعه میشم، اون نفر میشه همه چیزی من. واقعا و اینکه زندگی من وابسته به همون شخص میشه که اگر تو باشی من زنده هستم، اگر تو نباشی من نیستم، من نیست و نابود هستم. و موردی دیگه این هست که این خطاب به والدین گرامی هست که من به کودکانم و نوجوانان خودم اجازه بدم که اون احساسات شیرین نوجوانی رو تجربه کنم. والدین به محض که نوجوانشون احساسات عاشقانه شون در واقع غلیان میکنه، سرزنش میکنه، سرکوب میکنه، پس زنی میکنه، فکر میکنه دنیا به آخر رسه، مسئله رو خیلی فاجعه سازی میکنه، خیلی وحشتناک میکنه. اینو براتون بگم که عشق های نوجوانی خیلی زود گذر است، خیلی زود میگذره. امروز عاشق یک نفره، فردا عاشق یکی دیگه است، چون بر اساس اون هورمون هایی که بالا و پایین میره این عاشق میشه و این پایدار نیست، چون این معنا و مفهوم منطقی از عشق نداره. وقتی که این عاشق بشه فارغ بشه، عاشق بشه فارغ بشه و این احساسات شیرین تجربه کنه، زمانی که کلان میشه به سن بلوغ الان که تشنگی نداره، قبلا این احساسات شیرین در دوران نوجوانی تجربه کرده، وارد شده و فارغ شده و نمرده و نمیگه که من دیگه میمرم خلاص شد. در واقع اون پست روانی این شخص کلفت میشه. وقتی که ما اجازه بدیم که این تجربه کنه، و این منظور ما از تجربه فقط این هست که ما احساسات نوجوانی رو تجربه کنه مثل دوست داشتن. و وقتی که یک شخص از کنار از تیر شد، به محض که دستش خورد این داغون نمیشه، این زخم بر نمیداره، چون در واقع اما پست روانی شخص چی هست؟ کلوف هست. مورد بعدی این که من سعی کنم با دوستان خوب خودم سرگرم کنم، با دوستان خودم وقت بگذارم، منزوی نشم، گوشه خانه نشینم، زانوی غم بغل نکنم که وضعیت بدتر. هر چند که بیت خوش نمیگذره، پاشو برو بیرون. اگر دقایقی هم که در واقع وقتی هم میره بیرون همش با تو هست، ولی دقایقی که فارغ از اون شخص باشی، این ذهن تو فرصت پیدا میکنه که در واقع فکرای خوب، چیزهای مثبت در ذهن تو پرورش بده. راه حل خیلی زیاد هست، فکر کنم وقت داشت. در این قسمت برنامه یک تماس کوتاه داریم. برادر ما آقای ناصریان از ولایت بلخ، شهر مزار شریف تماس گرفتن. تماس اینا رو منعیس آخرین تماس وصل میکنیم و دوباره به ادامه حرف شما میپردازیم. با برنامه مجله زندگی آقای ناصریان خوش آمدین، ما صدای شما رو شنوا هستیم. سلام خدمت شما و خدمت استاد محترم جناب. علیکم السلام. علیکم السلام. بفرمایید. من ناصریان هستم، بعد مزار شریف تماس شدیم با تاییدی صحبت های جناب دکتر صد. میخواستم چند نکته عرض کنم. اول اینکه عشق داشتن علاقه از روی اشتیاق باید باشد، نه از روی احتیاج، با تایید صحبت های دکتر صد. و دوم اینکه مراحل انتخاب همسر 4 مرحله دارد که از مشاهده شروع میشه، بعد مصاحبه است، بعد مکاشفه است، بعدش هم مشاوره. اگر این 4 مرحله درست انجام نشود، ازدواج موفق نخواهد بود. و برای اونایی که شکست عشقی یا به نحو شکست عاطفی خورده است، یک جمله خیلی راحت میکنن: دل بکن آجان نکنی. برای همیشه میتواند راحت زندگی خود داشته باشد، چون استقلال میمهای موفقیت، یکیش مستقل بودن است. ما باید مستقل باشیم، موابسته نباشیم. تشکر از توجه شما، بیشتر وقت شما نمیگیرم. به برنامه مجله زندگی خوش آمدین. تشکر از شما و از نظریات نیک شما آقای ناصریان. اگر کدام نقطه دیگر مانده باشه استاد، در حدود 30 ثانیه اشاره بکنید. و در آخر، خب راه حل ها زیاده، من راه حل آخر اشاره کنم که اگر این شکست عشقی باعث شده که من از لحاظ روحی و روانی فلج بشم، اینجا حتما باید من به یک مشاور، به یک متخصص مراجعه کنم که اون مشاور از طریق راهبردهای تخصصی که بلد هست به من قدرت بده، به من نیرو بده، به من انگیزه دوباره زندگی کردن رو بده. مخصوصا مشاورینی که قبلا خودش از این توانمنده استفاده کرده، یعنی یک تجربیات خودش داده، به خود خودش کمک کرده، فقط از لابلای کتاب ها با این مراجع صحبت نمی کنه که این دوباره به زندگی برگرد. و در آخر بگم که تمام کسانی که شکست عشقی خورده حالشون خوب میشه، به حال خوب
برمیگردن، فقط بعضیا زودتر بعضیا دیرتر. واقعا استاد بعضی چیزا به زمان نیاز داره میگن. دقیقا. اگر دل کندن آسان می بود فرهاد دل نمیکند کو میگن. تشکر از حضور شما جناب استاد، خیلی خوش آمدین به برنامه. در اخیر برنامه هم جا داره سپاسگزاری بکنیم از مرکز پوشاک برکلند داماد به خاطر تهیه و تنظیم لباس مجریان تلویزیون آرزو. آدرسش هم ولایت بلخ، شهر مزار شریف، منزل سیوم قریش مارکت، و آدرس دومش هم مقابل مکتب مولانا، بلاک های بلخ صفا می باشد. و یک تشکری خاص میکنم از شما بیننده های عزیز که دائما فالوور برنامه خودتان مجله زندگی و بخش روانکاو هستین، تا اینکه روز بعد با یک موضوع جدید در خدمت شما عزیزان دل و بیننده قرار میگیرم. تمام شما را به خداوند لایزال پاک می سپارم. ایام به کامتان. تا کلام و سلام.